سلام سلام امیدوارم حالتون عالی باشه هر جای دنیا که هستین بازم برگشتم با یه ویدیو دیگه یه ویدیو جذابی یه ویدیوی درست کرده بودم من برای خمیر پی... برای چیز پنیر پیتزا خیلی هم ماشاءالله ویو گرفته خدا که دوست داشتین خیلی خیلی ویدیو خوبی شده بود حالا یه سری مثلا سری لبنیات میخوام براتون درست بکنم که اون اولیش بود این دومیشه میخوام براتون کره خونگی درست بکنم یه کره خیلی با کیفیت و خیلی هم ساده است خیلی خیلی ساده است باورتون نمیشه بعدش میخوام براتون پنیر بوراتای ایتالیایی درست بکنم پنیر بوراتا همون پنیر مازارلا وسطش خام است بعد اینو برای توست و اینا استفاده میکنن فوق العاده خوشمزه است وسطش رو باز میکنن اگه دیده باشین بعد از اونا براتون درست میکنم ماست براتون درست میکنم خلاصه چیزهای مختلف بریم سراغ درست کردن کره چیزی که میخوایم خامه است نه از اون خامه های خیلی سفت از این خامه های مثلا تو ایران که بودیم خامه صبونه بهش میگفتن بعد خامه صبونه که دیگه خامه هزار نو داریم برای صبونه ولی اونجوری مشهور بود یه خامه بود بعد رقیق بود خب اینم تو آمریکا بهش میگن heavy ویپینگ کریم خب اسمای مختلف میتونه داشته باشه مثلا تو اروپا فکر میکنم بهش میگن کریم اسمای مختلفی میتونه داشته باشه مهم اینه که درصد چربیش بالا 40 درصد باشه یعنی حدودا 40 درصد یا در بالا 40 درصد باشه خب تقریبا من اینجا یک کیلو یک میلی لیتر 946 میلی لیتر من چیز دارم خواه... کریم دارم بعد همزن میخوایم اگه همزن برقی ندارین یه ذره کار سخت میشه واقعا این هی باید بزنین ممکن خسته بشیم. ولی شدنیه نشدنی نیست با از این در واقع اتشمنتش میخوایم استفاده بکنیم حالا خیلی ساده است من دوربینو میارم جلو که ببینیم دارن چی کار میکنن دوستای عزیزم حالا کاری که میکنیم کریم و اون خامه رو در واقع توی میکسرم میریزم حالا شروع میکنم با دور آروم زدن چون این میپاشه بعد دور رو میبرم بالا ببینین اولش با دور اولین دور شروع میکنم و هی اینو من میبرم بالاتر باید با دور تند این زده بشه بازم میبرمش بالا خب در این حد فعلا میزنیمش تقریبا حدود دو سه دقیقه که این خامه خودش یه ذره بگیره بعد دور رو یه ذره بیشترم میبریم بالاتر بعد تقریبا دو, دو, دقیقه یه درجه دیگه من میبرم بالا میزنم با این درجه درجه هفت هفته این کیچن اید منه میذارم تقریبا ده دقیقه این زده بشه بعد میام بتون نشون میدم که چه اتفاقی براش میفته اینجا چون من یه ذره مقدار خامم کمه این دیواره های چیز رو حسابی یه بار دیگه با این در واقع با این اسکریپرمون چیز میکنیم تمیز میکنیم دیواره ها رو بعد دوباره شروع میکنیم با همون با همون نمره هفت با همون شماره هفت شروع میکنیم زدن دوستای عزیزم این هم از کره ما که آماده شده تقریبا ده دقیقه دوازده دقیقه توی کشی همچین اتفاقی که براش افتاد یعنی دیگه کره آماده است حالا اینو من در میارم بهتون نشون میدم چه چیکار باید بکنیم حالا کاری که میکنم یه ظرف آب بهتر آب یخ باشه من متاسفانه یخ سازم خراب شده یخ ندارم ولی آب خنک یخچاله بهتره تو یخ باشه که سرین کره خوشو ببنده فقط قسمت کره رو میاریم توی آب میذاریم حالا شروع میکنیم به فشار دادن ببینید چه باحال شد <تص> این این کره پا... اه... کره محلی اردبیل هست چقدر خوشمزه است ببینین چه باحال شد <تصفح> آه راستی اینم بگم این آبی هم که میمونه اینم من الان تست کردم خیلی عین شیر مثلا کم چربه یه همچین چیزی خب خود اینم یه حالا چربی داره میتونین, میتونین استفاده بکنین هیچ مشکلی نداره شیر دیگه هیچ مشکلی اینم از کره نیمه محلی ما <applause> ببینید چقدر بال شد توپی این این کره های محلی اردبیل خب دوست عزیزم اینم از ویدیو کره ویدیو دوم لبنیات ما ویدیوهای دیگه در راه اینو میتونید هزار تا بالا سرش بیارید میتونید بهش نمک اضافه بکنید و سالتد باتر میگن خیلی هم معروف با با نون میل کنید میتونید مثلا چیزهای مختلف مثلا رزماری اینا بش بزنید کامپان بادرش بکنید و بزنید تو فریزه برای استیک ازش استفاده کنید میتونید همینجوری از مثل کره سبونه ازش استفاده کنید هر دوست دارین خیلی خیلی خوشمزه است اگه خامه خوب و با کیفیت بدون روغن پالم گیر بیارین با این روش کره درست بکنید خیلی بهتره تا اینکه کره از بیرون بخرید به هر حال یه تجربه دیگه خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین خیلی ممنونم از کامنت های قشنگتون که کانال من حمایت میکنین لطفا اگه از کانال من خوشتون میاد از ویدیوهای من خوشتون میاد به دوستاتون معرفی بکنین این خیلی باعث میشه که کانال من رشد بکنه بعد سابسکرایب بکنید اگه سابسکرایب نکنید خیلی اون آنالیزا رو من میبینم خیلی هایی که دارن ویدیو رو میبینن سابسکرایب نکردن برای شما که هزینه نداره زنگوله رو بزنید که ویدیوهای دیگر رو از دست ندین کامنت لایک خلاص که میتونید منو حمایت بکنید ممنون میشم تا یه ویدیو دیگه یه رسیپی دیگه شما رو به خدای عشق و سلامتی و ثروت میسپارم